دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا. اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول. اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری. پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند. خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق بشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام زدیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. سلام، به برنامه نوروزی آریا تیوی خوش آمدین. بهار با درود و سپاس به همه هم‌میهنان و بینندگان عزیز و با شادباش سال نو نوروز، این یادگار باستانی فرهنگی همه ما ایرانیان هر جای دنیا که هستیم. از طریق آریا تیوی سعی داریم که در برنامه نوروزی این امسال از صاحبان مشاغل و فعالین فرهنگی و هنری شهر در حدی که در بضاعت وقتیمون هست ازشون استفاده کنیم. اولین مهمون برنامه امروز ما
جناب استاد آقای حسین بهروزی نیا هستند که امروز افتخار اینو داریم که در خدمت ایشون باشیم. مسلماً همه شما با ایشون آشنا هستین، ولی لطف کردن اومدن امروز اینجا که ما رو بیشتر با کارهای خودشون آشنا بکنن. همطور که میدونین آقای بهروزی نیا مدیر و مؤسس مرکز هنری نوا هستن. خیلی خوش اومدین آقای بهروزی نیا. عیدو به شما تبریک میگم و بدون مقدمه میریم سراغ این که از خودتون به ما بگین و در مورد مؤسسه و فعالیتایی که دارید شما. من اجازه میخوام که قبل از معرفی خودم تبریک بگم فرارسیدن بهار و نوروز رو به شما و همه افرادی که این روز رو جشن میگیرن در هر کجای دنیا که هستن. و من حسین بهروزی‌نیا هستم، 18 ساله که در ونکوور زندگی میکنم. از 9 سالگی کار موسیقیمو شروع کردم و فکر میکنم تقریبا 40 ساله که به صورت حرفه‌ای دارم کار موسیقی رو ادامه میدم. با هنرمندان خوب کشورمون همکاری داشتم و کماکان این همکاری ادامه داره. 5 سالی است که به صورت فعال مرکز هنری نوا رو تأسیس کردیم و خدا رو شکر جا افتاده این مرکز بین هموطنان، حتی بین غیر ایرانی ها شناخته شده این مرکز. در ارتباط با موسیقی ایرانی فعالیت داریم بیشتر و خوشنویسی، نقاشی از دوستان هنرمند استفاده میشه در این مرحله. از کارهای اخیرتون، توری که داشتی، توری که خواهید داشت، میخواستم اگر یه اشاره کنید برای بینندگان که تا حدودی در جریان باشه. من تور اخیر من که با استاد علیزاده بود که به تازگی تموم شد، توری بود که در کانادا و امریکا بود و به اروپا رفتیم و در آینده هم برنامه‌ای با ایشون خواهیم داشت به زودی. ولی کار جدیدی که ارائه خواهیم داد با آقای فرجپوری که از همکاران ما که در این شهر زندگی میکنن هستش و خوانندگی این کار رو سپید رئیس سادات به عهده داره که در اکتبر سال آینده این تور شروع خواهد شد. ما کلن یه خانواده هنرمند رو اینجا داریم. کنار ایشون آقای حمید بهروزی نیا هستن، مهمان شهر ونکوور ما هستن. خوش اومدین، عید شما مبارک باشه. اگر لطف بکنید شما هم یه مقداری در مورد خودتون به ما بگین ممنون میشه. خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم که همه سال خوبی داشته باشن. من حقیقتش تورنتو کنسرت داشتم با گروهی به اسم جانا که به تازگی تشکیل شده و من به عنوان آهنگساز و نوازنده تار این گروه هستم که یه فستیوالی بود که اونجا زیر نظر فستیوال تیرگان برگزار شد به اسم نوروزگان امسال که یه کنسرتی ما داشتیم هفته پیش و دیگه من دیدم تا تورنتو اومدم گفتم این تعطیلات و خدمت عمو اینا هم بیام و دیگه سعادت ما بود که شما رو همیشه داشته باشید. بله من یه توضیح بدم خدمتتون که حمید پسر برادر من خیلی کوچیک بود، تار رو با من شروع کرد از چند سالگی؟ 8 سال. بله. یه سال زودتر شما شروع کرد. بله. و ایشون خیلی زود واقعا با استعدادی که داشت پیشرفت کرد و در جشنواره موسیقی که در ایران انجام میشد یک بار مقام دوم رو کسب کرد و یک دفعه هم مقام اول جوانان رو در ایران کسب کرد و بعد از اون هم که به طور مرتب کنسرت و آهنگ رو
خدمت یک مهمون عزیز دیگه هستیم امروز، سرکار خانم آذر امین مقدم. خیلی به برنامه ما خوش آمدین. ضمن تبریک عید به شما میخوام که خدمتون بگم ایشون مدرس زبان فارسی هستن و یک روش نوینی رو دارن که در مدت خیلی کوتاهی فرزندان ما میتونن که زبان فارسی رو یاد بگیرن. خوش آمدین، اول عیدتون مبارک باشه و بدون هیچ مقدمه خواهش میکنم که در مورد خودتون و این برنامه‌ای که دارین برای ما و بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. بله حتما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هوشمند و تمام دستن در کار این برنامه و ضمن تبریک سال نو خدمت شما. همونجور که گفتید من آذر امین مقدم هستم، مدرس زبان فارسی. شیوه جدیدی که حالا شما بهش اشاره کردید، همون TPR بهش میگن، Total Physical Response هستش، در واقع شیوه زبان مادریه. من میتونم خدمتتون عرض بکنم که با سابقه 1.5 ساله تدریسی که توی ونکوور دارم، توی این زمینه تونستم ظرف یه مدت کوتاهی به بچه‌ها زبانه، یعنی در واقع به تمام اونهایی که غیر فارسی زبان هستن فارسی یاد بدم. این روش همین که گفتین Total Physical Respond، این روشی هستش که خودتون اینو تهیه کردین یا کلن یه روشی که به تازگی آمده؟ چون من هیچ اطلاعی ندارم. بله، این در واقع این روش اسم دیگرش شاید بشه گفت روش مادرانه هست، برای اینکه هیچ مادری به بچهش نه گرامر یاد میده نه افعال رو یاد میده. با بچه شروع میکنه به صحبت کردن، بچه بعد یه مدتی صدا در میاره، بعد یعنی همون آوا و هجا، بعد کلمات رو به صورت نامفهوم میگه. حالا بعد 6 سال یا 5 سال و نیم بستگی داره که کجای جهان به مدرسه بره، شروع میکنه به در واقع نوشتن اون حروفایی رو که شنیده. این در واقع اون چیزیه که آموزگار محور نیست، کودک محوره. بچه از ما میخواد که چه چیزی رو دوست داره یاد بگیره، برخلاف همه آموزش‌های ما تا الان. درسته. که آموزگار چیزی رو تهیه میکرده و در اختیار دانش آموز قرار میداده، در واقع ما الان از بچه میخوایم که تو چه چیزی رو دوست داری که یاد بگیری و چه چون شنیده. بچه‌های اینجا زبان خانگیشون زبان فارسی هستش و خیلی خوب شنیدن و یا خیلی خوب میتونن حرف بزنن. درسته. بنابراین تنها دو تا اون روش و شیوه میمونه که نوشتار و خواندن هستش، که چون بلدن یک زبان دیگه، با ساختار یه زبان دیگه آشنا هستن، یادگیری زبان دوم به مراتب براشون خیلی راحت میشه. خب سوال بعدی من این میتونه باشه که کجا هست شما، کجا هستین، مؤسسه‌ای که کار میکنین و چطوری بینندگان ما میتونن با شما تماس بگیرن؟ من شماره تلفنم 778-870-6716 هستش. بله. محل کارم هم تو خیابون 14 شرقی لانزدل هستش. بله. که البته تو وبسایتی که دارم Learn Persian with Azar، در واقع وبسایت که چرس کنم صفحه فیسبوکه میتونن سر بزنن و در واقع جزئیات رو، خیلی البته تازه است چون دیروز درستش کردم، بعد اونجا برن و این در واقع اطلاعات رو کسب بکنن. سال که نو میشه، علاوه بر خونه تکونی هایی که انجام میدیم تو خونه هامون، برنامه های خیلی جدیدی برای خودمون میذاریم، از جمله این که ورزش بیشتری بکنیم، به سلامتیمون بیشتر برسیم و چی کار بکنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم. مهمون عزیز بعدی ما خانم الهام هاشمی هستن و ایشون استاد تایچی به زبان فارسی هستن در ونکوور که برای اولین بار اجرا میشه. من ضمن خوش آمدگویی به شما و تبریک سال نو ازتون خواهش میکنم که یه مقدار در مورد این برنامه توضیح بدین. قبل از اونم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و مهمان برنامه ما شدین. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و تبریک سال نو به هموطنام هر جای دنیا که هستن و به شما، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین. من الهام هاشمی نقاش هستم، ایران کار دکوراسیون میکردم، در کنار کار دکوراسیون سالها تمرینات تایچی رو انجام دادم تا موفق شدم دان دو رو اونجا بگیرم. موقعی که می آمدم برای مهاجرت، یادمه که استادم یه دست لباس تایچی برای من هدیه آورد و خیلی به شکل نمادینی به من گفتش که تو باید درس بدی تایچی رو.
و اصلا اون موقع فکر نمی کردم که این راه باز بشه به این شکل. و الان چند ماهه که تو ونکوور شروع کردم به معرفی تایچی توی مراکز مختلف و تو کامیونیتی های مختلف شروع شده الان کلاس ها، امیدوارم ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم برای کامیونیتی ایرانی یک فعالیت خوب، یک گام بلند برداریم. ممنونم ازت. خانم هاشمی، شما توی تبلیغتون گفتین که تایچی یه جور ورزش نرم و درونی هستش. چون معمولا اسمو که میشنون خیلی ها فکر میکنن یه نوع ورزش رزمیه، در صورتی که من میدونم یه سری حرکات آهسته است که شما انجام میدین. اینو اگر برای بینندگان ما توضیح بدین خیلی ازتون ممنون میشم. تایچی معنیش نهایت برتر هست و در واقع سیستمی هستش برای به گردش در آوردن انرژی چی در بدن. انرژی چی همون نیروی حیاتی هستش که ما باهاش به دنیا میایم، همون چیزی که چینی ها بهش میگن جینگ و ما بهش میگیم بنیه. بعضی از بچه ها با بنیه خوبی متولد میشن، در واقع جینگ بالاتری دارن، بعضی ها سسترن، انرژی کمتری دارن، جینگ پایین تری دارن. ورزش تایچی طراحی شده برای حرکت انرژی چی در بدن. در مورد نحوه اینکه مردم ثبت نام کنن، بپیوندن به کار شما، اینها یه مقدار توضیح بدید برای بینندگان. از طریق جی وی کانسلینگ که مشاورین روانشناسی ونکوور بزرگ هستن، تو سایتشون قرار برنامه های تایچی اطلاع داده بشه. از طریق خود شما خانم انصاری که در واقع این گام رو برداشتین برای معرفی تایچی و امیدوارم در مدرسه کینگ جورج و در بست اند سنتر که در کنار مدرسه هست ادامه پیدا کنه، تبلیغ شده اینا. تلفن 604-358-5806 با خود من میتونن تماس بگیرن و سایت خودم که قراره که همه برنامه های آینده تایچی اطلاع رسانی بشه. مهمان عزیز بعدی امروز ما خانم پرستو شیرازی هستن. مطمئنم که اسم ایشون رو شما خیلی شنیدید، چون سالهاست ایشون مترجم رسمی بریتیش کولومبیا هستن. اما امروز ما از ایشون دعوت کردیم بیان، چون اخیراً در واقع حرفشون رو تغییر دادن. اولا خیلی خوشحالیم که اومدین پیش ما، سال نو رو به شما تبریک میگیم و میخوام که با بیننده های ما یه مقدار در مورد هم بکگراندتون هم این کار جدیدی که انجام میدین توضیح بدین و ما رو بیشتر در جریان بذارید. چشم. من پرستو شیرازی هستم، توی دنیای ریال استیت با اسم پرس شیرازی استفاده میکنم، با پرس شیرازی اسمم هستش. قبلا کار ترجمه میکردم، اینجا مترجم دادگاه بودم، مترجم رسمی بودم، از سه تا لوکیشن داونتاون و نورث ون و برنبی سرویس ترجمه میدادم، مدارک با مهر مترجم رسمی. ولی همیشه و همیشه پشن من ریال استیت بوده. بک‌گراند خانوادم، هم پدرم بیلدر بودن هم برادرم بیلدر و ریلتر هستش، و همیشه حتی موقعی هم که ایران بودم سر ساختمان‌های نیمه ساز می‌رفتم و می‌خواستم ببینم کنجکاو بودم، و حتی که یکی از این اقوام همیشه بهم میگه واخر سر سرتو رو می‌برن تو این ساختمان‌ها تا نمی‌بینی کنجکاوی انجام میدی. خلاصه حدود چند سال پیش بود که دیگه به این مرحله رسیدم که پشنم برام مهمتر بود تا اینکه بیزی بودن کمپانی ساتیسفایم نمی کرد. دیگه لایسنسم رو گرفتم برای اینکه ریالتر بشم و حدود almost 3 ساله که من دارم به عنوان ریالتر توی ونکوور کار میکنم. خب شما با کدوم از این کمپانی هستین پرسو جان؟ من با کمپانی هستم به اسم رویال پیس ساکس توی وست ونکوور دانریو، 100% کانادین کمپانی. ریال استیت رو تو ونکوور به صورت خیلی مختصر و مفید، بله، ترندش و اینا رو چجور میبینید شما؟
من به عنوان اینوستمنت همیشه و همیشه به چشم خودم دیدم که ریال استیت خیلی موفق بوده. ممکنه مثل یه رولر کوستریه که یک ذره ممکنه دراپ داون بکنه، ولی همیشه کرو رو به بالا داره. و از اونجایی که ونکوور شهریه که بسیار زیبا هست، طبیعت زیبا داره، و به خاطر شرایطی که ما الان داریم نسبت به آمریکا که وضع سیاسی ما بسیار بسیار ثبات بیشتری داره نسبت به سیچویشنی که تو آمریکا وجود داره، و همچنین که unemployment rate ما توی کانادا خیلی پایین هست، اینکه افراد بتونن افورد کنن و یه مسکن بخرن شدنی هست. به تبع بعد از اینکه اگر بخوان کسایی با شما تماسی داشته باشن، شما وبسایتتون رو دارید یا چجوری میتونن که با شما در تماس باشن؟ من کلاینت های قبلیم که برای ترجمه بودن من رو به اسم پرستو شیرازی میشناسن و اون کمپانی ترجمه اینقدر بیزی بود که من شرمنده همه کلاینت های نازنینم هستم، مجبور شدم اون تلفن رو قطع بکنم و تلفن جدید گرفتم. شماره جدیدم هم شبیه شماره تاکسی هستش، چهار شماره آخرش 1111 هست. پس همون شماره تاکسی رو یادتون باشه، فقط سه شماره اولش هست 613. پس هست 604-613-1111. وبسایت هم هست parisshirazi.com. در خدمت همه دوستان عزیز هستم.